مدیری؟ یعنی چی میشه؟ یه وقت پررو نشه؟ ها؟ کی پررو نشه؟ آنی دیگه، براش کادو گرفتم، میخوام اینو بهش بدم ولی نمیخوام فکر کنه که احساسات بهش دارم. یعنی چی همسرته؟ اصلا نه دیگه، ما اینجوری هستیم. آره من آنی اینجوری هستیم، به هم دیگه رو نمیدیم. الان این کادو رو باید یه جوری بهش بدم که پررو نشه. نمیدونم چی کار کنم. این چیه؟ کادو دیگه، نمیبینی کوری؟ فقط بازش کن ببین که خوشت میاد یا نه. بیریم بابا. آخه چه باحاله، از این 3 جفت 100 تومانی آشغالی هست، نه از این ارزونا. آره آره، قابلت رو نداره. باحال بود، مفت برام در اومد. باحاله باحاله، امیدوارم لیاقتشو داشته باشی. آره نه، اونو که اختیار داریم. آخه میدونین، مگه اینکه تو یادت باشه امروز سالگرد ازدواجمون بود، چون من اصلا عین خیالم هم نی. کی؟ من اصلا یادم نبود. کی گفته من یادم بوده؟ نه دیگه اینا، نه نه، به جان خودم روحم هم خبر نداشت امروزه. اصلا روحم هم خبر نداشت. نه خیرم، اینا اگه تو یادت بوده که واسه من کادو خریدی، وگه نه من که عین خیالم نی. ببینی لعنت به این شانس مدیری، یه روز من رفتم یه دونه کیف بانجول پیدا کردم 5000 تومن خریدم، صاف همون روز باید سالگرد ازدواجمون باشه. چی شد؟ قی قرصات کجاست ها؟ چی کار کنم؟ قی باش بگو چی کار کنم عزیزم. قی دیدی مدیری، دیدی داشت جونش واسه من در میرفت. کی؟ دوتا سرفه میکنم احساساتش غلیان میکنه. نه خیرم، اصلا نمیتونی. کی؟ نه خیرم، نه دیدم داری میمیری. گفتم اینجا نمیری. آره. بری تو اتاق بمیری. برا. آره تازه اینجا رو تمیز کردم. برو آنی، من خیلی بزم. آره باشه سکته میکردی. برو آنی جان. نه خیرم. برو آنی جان، برو. دیدید الان گفت آنی جان. چی؟ آنی جان. آدم کسی ها که دوست داره بهش میگه جان دیگه. دیدید من نگفتم، من تکذیب میکنم، من نگفتم. الان گفتی. الان گفت. چرا این همه آدم گفت احساسات تو بروز دادی؟ من گفتم آنی جان. آنی جان یکی از بازیکنهای تیم ملی نیجریه است. بله آنی جان بابان جیدا. آره خیلی هم بازیکن تکنیکی، مگه نه مدیره؟ اصلا این چه کاریه؟ اصلا مگه ایرادی داره آدم احساساتشو بروز بده؟ آره همون دیگه، آخه اصلا احساسات نداره که، اینقدر احساساتش خشنه و دلش واسه من تنگ میشه استیکر بروسلی میفرسته واسه هم که داره لگد پرت میکنه میگه خودتو نمیگی. چرا خودتو نمیگی؟ من هر وقت دیر میکنم یه دونه اسمس میده میگه کجایی گلابی؟ خوب کاری میکنم. من گلابیم؟ خوب کاری میکنم. آقا از تو که بهتره که جلوی جمع میخواد منو صدا کنه میگه ننه یه مازیار بیا. مازیار قشنگه نمودیری؟ پسردار بشی به اسمشو میذاری مازیار. خیلی ببین چی میگه. قیمت چون زشته، باید یاد بگیری به اطرافیانت محبت کنی. باشه مادیری، از اون حرفا میزن یه چیزی میگی نمیتونم رو تو زمین بندازم. باشه به خاطر تو گذشت میکنم آنی. نه این چه کاریه الان؟ چیه؟ من احساسات کلامی بلد نیستم، اصلا دوست ندارم اونجوری. الان این یه نوع اورانگوتانه تو ماداگاسکار. خب این به جنس مخالفش که میخواد ابراز احساسات کنه اینجوری رفتار میکنه. آنی خیلی خوب دیگه، خیلی خوب. باشه باشه باشه.
این چیه؟ قلبه دیگه. آه کنج پایینشو گرفتی. چی بودی؟ لایکت کردم دیگه. این چی بود؟ کامنت گذاشتم سندش کردم. آها آها باشی آلی آلی یکی از پیچیده ترین موضوعات جهان موضوع احساسات در آقایونه. 10,000 مقاله وجود داره در مورد اینکه چگونه به احساسات مرد زندگیمان دسترسی پیدا کنیم. خانوما اینا رو خوب میدونن. 15 قانون کلیدی شنیدن دوستت دارم از زبان مردان. دنبال کلید صندوقچه احساسات شوهرت میگردی؟ اینجا را کلیک کن. قراره یه دوست دارم از دهن آقاه بگیرن، ساعتها باید جزوه بنویسن، تحقیق کنن. میگه در درجه اول باید زن زندگی باشید. اونا میگن یعنی اگه معتاد بود 3-4 بار با بدبختی ترکش بدید. مرد باید احساس امنیت کنه. احساس امنیت نکنه دوست دارمش نمیاد. هیچ وقت او را مقصر ندانید. احساس کنه مقصره، میره تو لاک خودش، میگه نمیخوام. رازدار باشید. هر گندی که میزنه تحمل کنید، بگید آقامون درجه یکه. بهش اعتماد کنید. 2:30 نصف شبم که اومد خونه بگید عزیزم چقدر امروز ادارت طول کشید، بمیرم. همه اینها رو که رعایت کنید احتمال داره یه روزی یه جایی یه دوست دارم ریزی بهتون بگه. اگه احیانا گفت دوباره ازش نپرسید چی گفتی؟ توی ناخودآگاهش ثبت میشه. هر شب خواب میبینه یه عده دارن ازش میپرسن چی گفتی؟ اگه حوصله گذروندن این مراحل رو ندارید یه راه میونبرم داریم. بگید فردا دارم میرم مهریه‌مو بذارم اجرا. سری میگه عزیزم دوست داشتنی کی بودی تو؟ آره.